سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. 13 مهر روز جهانی معلم، روزی است که تجمعات وسیعی در ایران و شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. نظر شما را به فراخوان محمد حسن پوره از چهره‌های سرشناس جنبش معلمان جلب می کنم. دوستان، همکاران و معلمان عزیز سراسر کشور، بنده به نوبه خودم فردا در مراسم 13 مهر 5 اکتبر، مراسمی در راستای اعتراض مطالبات، اعتراض حد اقل هایی که نسبت به حقوق ما، نسبت به معیشت ما سالها فریاد میکنیم حضور خواهم یافت. از شما دوستان و همکاران عزیز، معلمان سراسر کشور هم خواهش مندم در این مراسم که اولین مراسم همزمان با 5 اکتبر در سراسر جهان است شرکت کنید. فردا روز اعتراض، روز همبستگی، روز اتحاد و روز همدلی جهت رسیدن به شعارها و خواسته های به حق صنفی ما هست. وعده دیدار ما ساعت 10 صبح تا 12 در تهران اداره جلوی سازمان برنامه بوده و شهرستان ها ادارات کل. منتظر حضور سبز همه عزیزان هستیم. با تشکر بسیار زیاد از شما محمد حسن پوره عزیز و به امید تجمع باشکوه فردا. خیلی متشکرم. با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. 13 مهر روز جهانی معلمان، روز همبستگی معلمان شاغل و بازنشسته است. در اینجا ما نظرات شما رو به فراخوان پیروز نامی دبیر کل کانون صنفی خوزستان در ارتباط با تجمع 13 مهر جلب می‌کنیم. سلام، وقت شما بخیر. سخن ابتدایی من به همه هموطنان عزیز هستش که به هر حال به نوعی فرهنگی نیستن ولی خب ارتباط دارن با فرهنگیان. اون چی که در افکار عمومی جا انداختن این تجمع معلمان فقط به خاطر وضعیت حقوق و معیشتی معلمان نیستش و این اشتباه هست. ما دغدغه کل آموزش و پرورش کشور رو داریم که این آموزش و پرورش میتونه بحث آموزش دانش آموزان، تحصیل، بحث به اصطلاح آموزش رایگان با کیفیت بالا هستش که ما دغدغه همه اینها رو داریم. بحث دوم من به همه همکاران عزیز هستش که انشاءالله فردا رأس ساعت 10 حضور پرشور داشته باشن و بتونیم با همدلی، یک صدایی، اتحاد، با سخن واحد حق خودمونو و حق همه هموطنانمون رو از دولت بگیریم. آموزش و پرورش طفل سر راهی نیست، بودجه عادلانه میخواد. این آموزش و پرورش که بودجه براش تأمین کردن، این بودجه تنها 98% بودجه به گفته خود مسئولین تنها میتونه حقوق پرسنل رو پرداخت بکنه، یعنی هیچ بخشی از این بودجه تخصیص داده نمیشه به مسائل دیگه، به امکانات، به تجهیزات و به خیلی از موردهای دیگه. ما تقاضای بودجه عادلانه داریم. همه همکاران خواهش میکنم که حتما فردا تشریف بیارن و قبول بکنن که توی این مملکت متاسفانه تا زمانی که اعتراض صورت نگیره، تجمعی صورت نگیره و یه اتحاد همبستگی نباشه، هیچ حقی به ما پرداخت نمیشه و این اگر سکوت بکنیم و همچنان پیگیر مطالب صنفی نباشیم، مثل تمام سالهای گذشته این حق خورده میشه و آموزش و پرورش با شیب تندتری، با سرعت بیشتری به وقتی سقوط میره. پیروز نامی گرامی، با تشکر بسیار زیاد از شما و با امید تجمع بزرگ و پرشکوه فردا. خیلی متشکرم. با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. 13 مهر روز جهانی معلم، روز همبستگی معلمان شاغل و بازنشسته می باشد. نظر شما را به فراخوان هاشم خواستار از چهره های سرشناس جنبش معلمان در ارتباط با تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در 13 مهر
جلب میکنه. با درود به همکاران گرامی و همینطور کلی افکار ملت ایران، همکاران گرامی، بعد انقلاب 57 که قرار بود که ما به آزادی برسیم و مستضعفین وارث زمین بشه، نه تنها به هیچ کدام از خواسته هامون نرسیدیم که همون داشته ها هم که داشتیم از ما گرفتن. یعنی اگر آزادی سیاسی نداشتیم، انواع آزادی های دیگر داشتیم، آزادی های مشروع رو میگم، اونها رو گرفتن. و اکنون نزدیک بعد 39 سال متاسفانه کشور شده چون گوشت قربانی، که ملت به این گوشت قربانی به هیچ عنوان دسترسی ندارد. اما حاکمان ما به از بالا تا پایین همه شد به این قربانی رو چنان تکه تکه میکنن و با خودشون میبرن برای بیشتر به نام آقازاده هاشون، که ما میبینیم که چطور ولخرجی ها و اسپاری ها میکنن و در چه شرایطی که در بهترین کشورها و با ثروت ملی مردم جولان میدن و اسراف میکنن. همکاران گرامی، بیایید با همدیگه نشون بدین، در این روز تجمع کنین، جمع بشین دور هم، نشون بدین که ما با این فسادی که اینها کنن دشمنی داریم، مخالف هستیم. بیایید 13 مهر دست اتحاد به هم بدیم و الگویی بشیم برای کل ملت ایران تا از این فراست و فقر و بدبختی در بیاییم. به غیر از این هیچ راهی برای ما وجود نداره. تنها راه سعادت ما اتحاد برای رسیدن در نهایت با آزادی و دموکراسی هست. اگرچه اینها قدم های ابتدایی هست که باید از همین طریق و با همین قدم ها به اون هدف بزرگ و بالا رسید. متشکرم. درود بر شما. با تشکر بسیار زیاد از شما هاشم خواستار گرامی. با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. همون جوری که میدونین 13 مه 5 اکتبر روز جهانی معلم میباشد. در اینجا ما نظر شما را به فراخوان جواد لهر محمدی از اعضای کانون صنفی معلمان جلب میکنیم. ضمن عرض سلام و تشکر از شما، من از همه همکاران محترم و از همه مردم عزیز خواهشمندم که با حضور خودشون این حدیث تلخی رو که برای آموزش پرورش رقم زده شده پایان بدن و به حال خودشون دل بسوزونن، به حال آینده جامعه دل بسوزونن و به حال دانش آموزان دل بسوزونن که اعظم مسائل از اینها فضا وارد جامعه میشوند و اگر از حقوق نابرابر اجتماعی رو همین الان تجربه کنند، فردا نمیتوانند احقاق حق مردم رو انجام بدن و فساد در جامعه بیشتر پراکنده میشه. لذا از کلیه همکاران عزیزم، از خانواده های محترم اویای محترم دانش آموزان، از خود دانش آموزان خواهشمندم که فردا در کنار معلمان خودشون حضور داشته باشند و یک صدا فریاد ناعدالتی در مورد آموزش پرورش رو سر بدن. امیدواریم که گوش شنوایی پیدا بشود. با تشکر بسیار زیاد از شما لعل محمدی گرامی و به امید برگزاری یک تجمع بزرگ و باشکوه فردا. خیلی متشکرم.